دست درد نکنه. مبارک باشه داداش. داری میرین یه خونه دیگه؟ ببینم تو از کجا شنیدی؟ چرا از تو نشنیدن؟ نه بابا هنوز چیزی نشده، داریم میگردیم. نخواستیم قبل از حرف زدن بابا قطعش کنیم. خوبه قطعش نکردی، خونه رو کرایه کردین دیگه. هنوز مشخص نیست، وگرنه بهت میگفتم. میدونی که سرجوق، ما تو یه خونه با هم دیگه زندگی میکنیم، باید حال و روزم رو به تو هم توضیح بدم. من جسارت نمیکنم داداش، من پسر همیشه کوچیک این خونم، شما بزرگترا بین خودتون حلش میکنین دیگه. اینطوری درسته سرجو؟ به نظرت منطقیه؟ من نگفتم غیر منطقیه، نگفتم هم اشتباهه، فقط گفتم مبارک، همین چیزی نگفتم. ببینم تو از کجا شنیدی، داریم بهت گفت. ولی از دستش عصبانی نشا، از دهنش پرید یه هایی شد. برو پیششون دیگه. گفتم شاید حرف خصوصی میزنن، چه میدونم، نخواستم مزاحمشون بشم. اصلی شما با هم قهری؟ نه، برای چی این حرفو میزنی؟ چه میدونم، یه جوری هستین. داداشم هم انگار ناراحته. میدونی مینا، به خاطر ما همه ناراحتن. پس فورا یه بچه به دنیا بیاریم، اوضاعتون خیلی عوض میشه. بچه دیگه از کجا در اومد؟ همه دعوا رو ول میکنن، با بچه سرگرم میشن دیگه. بابا و مامانم هم عاشق نبن. داداشم هم حتما بابای خوبی میشه. برای من سلجوقم مثل بابا بوده. مینا یه چیزی ازت بپرسم، چرا از کلانتری به داداشت زنگ نزدی؟ ازش میترسیدی؟ بعضی چیزا از اختیار اون خارجه، نمیتونست اون موضوع رو از خانواده مخفی کنه. قوانین این خونه قوانین داداشم هم هست. نگاه نکن با تو یکم نرمه. درسته به اندازه بابا مامانم سختگیر نیست، ولی به هر حال خونه اونا تو رگشه. اگه یه روز اون روشو ببینی، اون موقع میفهمی چرا اول به تو زنگ زدم. ایشالا هیچ وقت عصبانیش نکنی. من میرم آشپزخونه، میخوای بده ببرم؟ آه خوب باشه. واقعا غذاشون خوشمزه. آره محشره. بالاخره فرصت کردی و یاد من افتادی. فکر میکردم فراموشم کردی. دست درد نکنه، مگه میشه فراموش کنم؟ فقط این روزا سرم خیلی شلوغه. تو هم راحت و آزاد میچرخی، میترسم آخرش بیفتی گردنم. چه بهتر، اگه مثل تو رو پیدا کنم از دست نمیدم. دروغم باشه، از اینا زیاد بگو. دروغ نیست، تو لنگه نداری. نه خب درسته، حق با توه، در این مورد نمیتونم متواضع باشم. زنه مثل پیرن فسفوری از همه جا تو چشم میزنه. مگه میشه آدم انقدر بسله یه ناجور باشه؟ چی بگم والا؟ آی ولکن، بازم خیلی حرف زدم، میبخشی. ساکت شدی چرا؟ داشتم به این فکر میکردم آوردم اینجا که خوشحال بشی، ولی از بدشانسیمون اینجوری شد. تو خونه فقط به آسلی گفتم میریم بیرون، گفتم این دوتا خونه رو از هم جدا کن. اونم بهم گفت باشه. گفت از این خونه یک کلمه جای دیگه ای نمیره. ولی نه سهار، اونم دن کاری نمیکنه کام ما تلخ بشه. بعدشم اصلی سعی میکنه از تو حمایت کنه، این حرفو نزن. آره خب، یعنی از روی سوءنیت این کارو نکرده، همینجوری گفته. اونم نمیدونست ممکنه همچین اتفاقی بیفته، مادرش با شده اومده اینجا. ببین اگه اصلی اینجور مسائل ریزو یاد نگیره، ما میمونیم و پر رویای این سن. از من گفتن سهار، اصلی مادرشو میشناسه، از سن و سال خودش با تجربه تره. پس کی از خونمون گفته؟ نکنه با هم حرف زدین؟ این چه حرفیه میزنی سهار؟ خب چه تصادفی میگی؟ اگه قرار نبود امشب به خاطر اون خراب نکنیم. حق با توه. من یه سر برم دستشویی و بیا. باشه. آب میل داری؟ ممنون. ها؟ الان میام.
نوش جونتون جناب. متشکرم. همه سر تو گوشی دختر. آبجی میخوای دوربینا شکارشون کنن؟ زوج معروف؟ کی معروفه؟ وای آبجی اینقدر واقعی گران نباش، یه ذره قوه تخیل داشته باش، فقط یه ذره. چون به اندازه کافی سر به هوا هستی. تو خونه هم همه کارهای واقعی رو من انجام میدم. آدم ناخواسته واقعی گرا میشه دیگه. خیلی میبخشیده. باشه ول کن، چون سحر خانم امشب با عینک صورتی و چهره خندان میاد من خیلی خوشحالم. ایشالا زود بیان ببینیمشون. مگه نه، گرچه زودم نیار منتظر میمونم. پاشو برام قهوه درست کن، یکم اون دستات کار کنن. پاشو ببینم، زود باش. داشتم چایی میخوردم. پاشو زود باش بودو. ممنون. تو زندگیم آدمه بی خیال و بی غرور و حیثیتی مثل شما ندیدم اصلا. اگه غرور و حیثیت به این است، من نمیخوام ارزونی خودت، گرچه تو هم زیاد استفاده نمی کنی. به همچین شام ویژه‌ای اومدی اصلا به خودت نرسیدی. لطفاً اینو بگیری، یکم به گونه هات بزن حداقل. شما اینقدر به خودتون میرسین ولی دورو براتون یه مرد درست حسابی نمیبینم عزیزم. بابای دختراتونم که اصلا نمیپرسم. واقعا براتون خیلی غصه میخورم. غصه بخور عزیزم، غصه بخور، یه دل سیر غصه بخور. بیا اینم هدیه من به تو سنجون. نه نمیشه، سحر اسم خیلی واضحیه. زیا چجوری اشتباه گرفتی تعجب میکنم، اصلا شباهتی به هم ندارن. خیلی خوش میگذره. زیا پاشو بریم. صورت حساب لطفاً. چی شد؟ تو دستشویی روبرو شدیم، تصادفی. ای بابا، معلومه اصلی قضیه دیشبو براش تعریف کرده. سحر اسم خیلی واضحیه، چجوری اشتباه گرفت؟ خیلی تعجب کردم. میزان دیگه شورش رو در آورده، اگه حقش رو نظرم کف دستش نمیشه. چی کار میکنی؟ منو کوچیک نکن. مگه تو کاری کردی که کوچیک بشی؟ گفتم بریم. بیا بریم سهار. آه شب خیلی قشنگی. اصلی دارین در مورد خونه به سلجوق گفتی. چی؟ دارین ای بابا مشکلی پیش اومده؟ نه عصبانی نشو، اون از کجا بدونه که چی رو باید از کی پنهون کنه؟ نیم ساعت بود به هم تیکه نمینداختی. ما عمدن از بابا و مامانت قایم کردیم برای دسیسه کردنه. نمیشه دیگه، فرصتش پیش نمیاد، چی کار کنی؟ نمیخوام به تیکه بندازم اصلی، به خاطر این بهت میگم. راز چیزی نیست که بشه مخفیش کرد، بالاخره یه روز برام معلوم میشه. تو هم نگی گوینده و شنونده رو با هم زخمی میکنه.
چیزی به اسم وقت مناسب وجود نداره. خیلی خوب بگذاریم، الان به نظرم شبشون رو خراب نکنیم، فردا خودم باشون حرف میزنم. خواهرته؟ آره، بعدن بهش زنگ میزنم. سر فرصت بهت زنگ میزنم. دیر وقتم بود زنگ بزن، تا صدا تو نشنوم خوابم نمیبره. سهار، بذار من با اصلی حرف بزنم. درست احتمال نمیدم ولی انتظار داری چی بشنوی؟ بهت که گفتم اون هنوز بچه است، سوء نیتم نداشته باشه، مثل چشمای اون زن تو خونه ماست. به نظر منم با تجربه میومد ولی نبوده. معلومه تا وقتی با تجربه بشه دلم زیاد میشکنه. خیلی متاسفم سهار، اصلا فکر اینجاشو نکرده بودم. در اسرع وقت جبران میکنم. خب چی کار کنیم؟ از خونمون یواشکی بریم بیرون؟ یا هر جا که میریم با اون زن روبرو بشین؟ من باش حرف میزنم. نه نه زیا، اگه یه ذره برام ارزش قائلی، به هیچ وجه هیچ موقع با اون زن حرف نمیزنی. بعد از اون همه بلا که سرم آورد، اگه اونو جای آدم بذاری و باهاش حرف بزنی، دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم. نگران نباش، دیگه هیچ وقت صدام هم نمیشنوه. فاتوش؟ خوش اومدین. همه خوابیدن، منم میخواستم برم بخوابم، گفتم پنجره ها رو ببندم، یه وقت گربه ای چیزی نیاد تو. چطور بودی؟ شله که خوش گذشتی. یه شب فراموش نشدنی سپری کردیم. شب بخیر دخترم. شب اصلی چند بار بهت گفتم منو بی خبر نذار، چی شد؟ با مامان حرف زدی؟ ناره؟ تو بهش گفتی درسته؟ اصلی قسم میخورم فقط میخواستم از لحاظ روانی آمادهش کنم، ولی یهو گیرم انداخت، ولکن نبود، فهمید دیگه. چی بهت گفت؟ معلومه دیگه چی گفتیم، فردا میاد منو میبره دکتر. ببینم تو مطمئنی؟ نه نیستم، ولی این که الان خارج از توانم رو کاملا مطمئنه. باشه، فردا منم میام اصلی، میخوام کنارت باشم. باشه. نه خواهرم، تو نیا. اصلی ببین وضعیت تو بدتر از منه. آره داری بچه دار میشی، ولی فکرت خیلی به هم ریخته است، برای همین دیگه فکر منو نکن. باشه، من میخوام کنارت باشم، برام لوکیشن بفرست. خیلی خوب. اصلی عزیزم، تو کی بیدار شدی؟ همین الان. تو اتاق که ندیدمت نگران شدم. تو چرا چشات خیس شدن؟ از بیخوابیه، یکم خستم. داشتی با کی حرف میزدی؟ با خواهرم. عزیزم بیا بریم بخوابیم، تو هم بعد خواب میشی، بیا بریم. اصلی جون، دخترم این وقت صبح کجا میری؟ با دوستام قرار دارم، گفتیم بریم پیاده روی، هوا خیلی خوبه.
بله، ما هم بعد از شام دیشب پیاده روی کردیم. هوای تمیز خیلی برامون خوب بود. جدی میگی؟ آره یادم رفته بود شامو میریم بیرون. چطور گذشت؟ عالی، درست مثل جوونیامون مفصل حرف زدیم، قدم زدیم. اصلا دلمون نمیخواست برگردیم خونه. چقدر عالی. دخترم، میدونم رابطمون اوایل خوب شروع نشده، ولی یواش یواش داره بهتر میشه، مگه نه؟ اگه به خاطر من دوستاتو به خونه دعوت نمی کنی ناراحت میشم. یعنی به خاطر همینه که انقدر زیاد بیرون میری؟ این چه حرفیه که میزنین؟ هوا خوب بود برای همین گفتیم بریم بیرون. باشه، اینجا خونه تو هم هست، یادت نره. خیلی ممنونم. خداحافظ. خداحافظ. به دوستات سلام برسون. کجایی پس دیر کردی؟ با مامان سحر روبرو شدم. چی گفت؟ گفتی شب با هم روبرو شدی؟ وای آسری، حسری دعوا ندارم، کاملا تصادفی بود. شما دیشب یه جا رفته بودی؟ من و ولکان رفتیم رستوران، یهو دیدم اونا هم اونجا نشستن، انگار اومده بودن تشییع جنازه. کسل کننده ترین زوج دنیا. البته اگه بشه گفت زوج. مامان تو استانبول به این بزرگی تصادفاً رستورانی که اونا رفتن رو پیدا کردی؟ تو توی مملکت به این بزرگی پسر اونو پیدا میکنیم و تعجب نمیکنیم. اون وقت ما به معروفترین رستوران میریم روبرو میشیم واسه یه این تعجب میکنیم؟ منم واقعاً خیلی کنجکاوم بدونم این چه بازیه که زندگی داره سرمون میاره. اگه بفهمم حتما برات توضیح میدم. انگار هر شب میرن بیرون. مگه من پیشگوام؟ زود باش مصطفی، بریم دیگه. زود باش. راستش من فکر نمی کنم مشکلی تو برنامه پیش بیاد. در طول روز در مورد جزئیات حرف می زنیم. فعلا با اجازتم. پسرم باید حرف بزنیم. میتونی بیای خونه؟ چی شده مادر؟ پشت تلفن نمیشه. باید رو در رو حرف بزنیم. مادر جون من الان کار دارم، تو اتاق جلسم. اگه اینقدر حرفت مهمه چرا صبح به من نگفتی؟ شرایط مناسب نبود، نتونستم بگم. خصوصی و مهمه، فوراً کارتو ول کن بیا خونه. زود باش، منتظرتم. بچه دیروزی سعی داره گولم بزنه. تلافی بازی کردن با منو سر در میارم. مامان اصلا فکر نمی کردم اینقدر سخت باشه. اصلا درد نداره، بهم اعتماد کن. مامان گوش کن، منظورم دردش نیست. اینو چجوری به مهمت توضیح بدم؟ تصمیم خیلی بزرگیه. هیچ توضیحی به مهمت نمیدی. زود باش عزیزم. اوف مامان. مامان بیا یه بار دیگه در موردش فکر کنی. ببین عزیزم، بعدن ازم تشکر میکنی. گفتم به خواهرت نگو بیاد. بسته، تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی چی اینجا چی کار میکنم؟ اومدم کنار خواهرم باشم. تو حالت خوبه اصلی؟ زود باشین. مادر جون بگو ببینم موضوع مهم چیه. نفهمیدم چجوری خودم رسوندم. مادر منو نترسون. قبل از عصبانی شدن اول حرفامو گوش کن. میخوای اینجوری شروع کنی؟ خیلی خوب، من گوش میکنم. اگه قبلا حرفامو گوش میکردی الان کار به اینجا نمیکشید. هرچی اشتباهات زنتو لاپوشونی میکنی اشتباهاتش بزرگتر میشه. مشکلاتمونم. مادر به خاطر این مسئله منو از جلسه کشوندی آوردی اینجا. من خیلی کار دارم مادر.
میدونم زن طلاها رو به طلا فروش فروخت و بعدشم اون طلاها رو پس گرفتی. گفتی بعد از شام در مورد موضوعی با هم حرف بزنیم. خب حالا موضوع چی بود؟ ولی گفته بودم اول باید آروم بشیم، درسته؟ خیلی خب، من که الان آرومم. ولی من نیستم. عشقم زود باش دیگه، دارم نگران میشم. لطفاً مهمت، من فکر میکنم مادر یه نفر رو گذاشته تعقیبم کنه. شما یه نفر رو گذاشتی که آسیا تعقیب بکنه مادر؟ آره. آخه به چه حقیه؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی مادر؟ اگه میپرسیدم اجازه میدادی؟ معلومه که اجازه نمیدادم. این چه مسخره بازیه مادر؟ وقتی پسرم کور شده باشه میشه، بهش خیلی اعتماد داری. مامان اگه بمونم و با حرف بزنم دلتو میشکنم، دیگه هیچ وقت همچین کاری نکن. از این به بعد هم حق سوال کردن در مورد کاری منو نداری. حرفم تموم نشده، به خاطر یه دختر بهمون پشت کردی، دیگه کافیه. اون زنم، مادر، زنم. من به زنم اعتماد کامل دارم، چرا داری دخالت میکنی؟ با من مؤدبانه حرف بزن. پس باید حامل بودن زنت هم بدونی. چرا از ما مخفی میکنی؟ اطلاع بدین که اومدیم. بفرمایین چند دقیقه منتظر باشیم. آقا سرها دکتر خیلی خوبیه، دوست منم هست، هیچ جا ثبت نمیشه. بیا بیا بشین اینجا. چه حاملگی این مادر؟ این عصبانیت برای چیه؟ چرا در این کار رو باش میکنی؟ کاش دروغ بود، کاش من اشتباه میکردم، ولی وقتی رفت دکتر چیزی نگفت نگران شدم. تحقیق کردم، جواب آزمایش رو با چشمای خودم دیدم، گفتم شاید ترسیده، نگران شده یا خواسته توی فرصت مناسب بهت مژده بده. ولی دو روز گذشت پسرم، هیچی نگفت. مثل روح این ور اون ور میره، از این ور به اون ور. اصلی هیچ وقت این کارو با من نمی کنه. اصلی؟ عزیزم تو کی بیدار شدی؟ همین الان. تو اتاق که ندیدمت نگرانت شدم. ببینم چرا چشمات خیس شدن. از بیخوابیه، یکم خستم. داشتی با کی حرف میزدی؟ با خواهرم. عزیزم میشه بریم بخوابیم؟ تو هم اینطوری بدخواب میشی؟ بیا بریم. پس اینا کجا موندن؟ واقعا نمیتونم بفهمم چرا اصلی باید این از من پنهان کنه. اگه بفهمم، اگه سر در بیارم دخالت نمی کنم، ولی میترسم. یعنی میترسم دیگه دیر بشه. برای چی باید دیر بشه؟ پسرم، تو زنتو اصلا نمیشناسی، ولی اون تو رو خوب میشناسه. اگه چی؟ اگه بخواد بچه رو بندازه میدونه تو اجازه نمیدی. اصلی یعنی اون میخواد بچه من رو بیخبر از من بندازه؟ دیگه چی؟ حالش عادی نبود. امروز هم موقع بیرون رفتن دیدم یه جوری بود. امیدوارم اشتباه کرده باشم.
باید اینو جواب بدم. اگه صدامون کردن خبر بدی. ازم عصبانی نیستی که پیشت اینطوری رفتار میکنم؟ اصلی بس کن، تو هرچی تو فکرت میگذره همون کارو بکن. لطفا به فکر خودت باش. چجوری به مهمت اینو بگم؟ چجوری میتونم اینو قایم کنم؟ به نظرت یکم عجولانه تصمیم نگرفتی؟ میترسم دیگه نتونم همچین تصمیمیو بگیرم. دکتر سرهات آماده است، من یکم دیگه صداتون میکنم. باشه، ممنون. جواب بده. نه، جواب نمیده. چیزی که میترسیدم سرم اومد. کاش میتونستم بهت کمک کنم پسرم. هر کی که گذاشتی تعقیبش کنه. زود بهش زنگ بزن مادر. الان زنگ میزنم. الان کار دارم، باید قطع کنم. بعدا در مورد جزئیاتش حرف میزنیم. اصلی کجاست؟ نمیدونم مامان، من رفته بودم دستشویی. برای چی تنهاش گذاشتی؟ داد نسن. اصلی خانم میتونه بره داخل. الان میفرستین تو، این چه وضعشه؟ ببخشید مامان، میشه لطفا آروم باشی؟ نمیتونم مامان جون، یکم آروم باش. اول زنگ بزنیم ببینیم کجا. سب کن دیگه. برای چی زنگ میزنی؟ فرار کرده دیگه. تو تشویقش کردی؟ تو زیر گوشش خوندی؟ هرچی به فکرش میرسه انجام میده. اصلی؟ مامان، اصلی تو داری چی کار میکنی؟ مامان نمیتونم بدون اینکه به مهمت بگم این کارو بکنم. اگه باهاش حرف بزنی دیگه نمیتونی اصلی. باید باهاش حرف بزنم، سختش میکنم، ولی باید اول به اون بگم. باید باهاش حرف بزنم، اونم باید خبردار بشه. اینطوری نمیشه مامان، نمیشه. مامان برای چی اینقدر میترسی؟ سرم تو زن تو اصلا نمیشناسی، ولی اون تو رو خوب میشناسه. اگه چی؟ اگه بخواد بچه رو بندازه میدونه تو اجازه نمیدی. اصلی؟ یعنی اون میخواد بچه منو بیخبر از من بندازه؟ اصلی مهمت، تو اینجا چی کار میکنی؟ بگو که این کارو نکردی. چه کاری؟ بگو که بچه این منو ننداختی. اصلی تو از کجا اینو میدونی؟ بگو که این کارو نکردی. نتونستم. به هیچ وجه هیچ موقع با اون زن حرف نمیزنی.
بعد از اون همه بلا که سرم آورد، اگه اونا آدم حساب کن یا باهاش حرف بزنی دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم. زیا گوشی تو جواب بده، زود باش. گوشی تو جواب بده، باید حرف بزنیم، مهمه. کجایی تو؟ ماشینم ول کردی رفتی؟ معذرت میخوام. تو از کجا فهمیدی؟ مادرم یکی رو گذاشته که تعقیبت کنه. اینو داری جدی میگی؟ مگه تو خودت هم به این موضوع شک نکردی؟ محمد، میخواستم این موضوع رو بهت بگم ولی واقعا جرئت نکردم، نتونستم بگم. اون لحظه یه چیز مسخره از خودم سر هم کردم. از کجا میدونستم این کارو میکنه؟ منم از دست مادرم عصبانی شدم، گفتم که به زنم اعتماد دارم. اصلا فکرشم نمی کردم تو با من همچین کاری بکنی. اصلی چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ چطور تونستی به من نگی؟ اصلی واقعا باورم نمیشه چطور بی خبر از من رود شد رو اون تخت دراز بکشی. اصلی خیلی خوب مهمت، دیگه داد نزن، خیلی خوب، آروم باش. میترسیدم بگم، ترسیدم. کجاشو نمیفهمم اصلی، واقعا نمیفهمم، هیچ وقتم نمیفهمم. کجای اینو باید بفهمم؟ معذرت میخوام. همش کار خودتو میکنی و بعدش معذرت میخوای؟ این مثل بقیه کارات نیست. این کار هیچ توضیحی نداره، هیچ توجیهی نداره اصلی، نداره به خدا. منو بدجوری نابود کردی اصلی. اگه گوش کنی برای توضیح میدم، فقط گوش کن. گوش کنم اصلی؟ چطور از این به بعد برفای تو میتونم اعتماد بکنم؟ دیگه چطور از من میخوای با خیال راحت برگردم و برم؟ آرومتر دختر، آرومتر. من مثل پر میذارم اما مثل بوتون صدا میدم. این چه سکوت وحشتناکیه. خدا به خیر کنه. خدا به خیر کرده بود، اما بعدش چی شد؟ دیروز بشکن میزدیم، امروز فیلم ترسناک درست میکنیم. به جون خودم، انگار الان یه نفر از پشت میاد، اینجوری از پشت سر یهو قورتم میده. خدا رو شکر عینکی نیستم. عینکی؟ اینجوری میشه. تو فیلم های ترسناک اول یا عینکی ها یا چاقا میرن. ما جزو گروه پرخطر. دختر با این حرفا منو نترسون، من اصلا فیلم ترسناک دوست ندارم. میترسم. هدفش هم همینه دیگه. چرا وقتی میترسم فیلم ترسناک ببینم؟ فیلم برای سرگرم شدنی. آبجی، ما اینجا داریم فیلم ترسناک درست میکنیم، تو چی داری میگی؟ حرف از کجا به کجا میکشونی؟ چه ربطی داری؟ چنگالا رو بذار. محمد میشه حرف بزنی؟ لطفا یه لحظه صبر کن، خواهش میکنم. اجازه میدی بهت توضیح بدم قبل از اینکه بریم خونه یه جا بشینیم با هم حرف بزنیم؟ خواهش میکنم. ببین مادر، از این به بعد اصلی رو به شما میسپارم. ازش چشم بر نمیداری. یه رانندم بگیر همیشه همراهش باشه، حتی بیرون موندنش هم قدر. مهمه، چی داری میگی؟ از این به بعد تو این خونه هر چی که مادرم بگه همونه. دیگه سر خود رفتار کردن نداریم اصلی. تو پاک دیوونه شدی؟ آره، تو دیوونم کردی. به
ببین عصبانیت تو درک میکنم، ولی داری از حدت میگذری. اونی که حد حدود رو به هم ریخت تو ای اصلی. چه خبره؟ قیامت بشه. من اینکه گفتم چی شده فتوش؟ حد اعتراف کردم نداری میبخشی. فقط مونده آقا مهمت دیوونه بشه. امروز نمیشه باهات حرف زد، وقتی آروم شدی حرف میزنیم. من الان دیگه میرم. نه خیر، تو هیچ جا نمیری، زود برمیگردی تو اتاقت. دستمو ول کن. اوضاع رو بدتر از این نکن اصلی. بهت گفتم برو تو اتاقت. پسرم چی کار میکنی؟ آروم باش. آروم باشه؟ مسبب این وضعیت شما این؟ تازه دارین میگین آروم باشه؟ نه خیر اصلی، مسبب این وضعیت فقط تویی. تازه خجالت نمیکشی که مادر من رو بازخواست میکنی؟ اینا سر چی دعوا میکنه؟ اعصاب هممون به هم ریخته است. قبول کردن اشتباه نشونه یه بزرگیه. برو دخترم. اگه مادرت دخالت نکرده بود میخواستم باهات حرف بزنم. اصلا به چه حقی گفتین منو تعقیب کنن؟ اصلی من چجوری بهت اعتماد میکردم؟ خودت از همه چی خبر داری؟ نظر الان دهنمو باز کنم. زود باش برو تو اتاق دخترم. بگو مادر، بگو دیگه چی هست؟ دیگه چی هست که من ازش بیخبرم اصلی؟ اصلی لطفاً ساکت نباش، دیوونم نکن، یه چیزی بگو، حرف بزن. همه چیو بهت گفتیم، چیزی نموندی که ندونی. قضیه مینا، قضیه طلاها، چوب خط اشتباهات اصلی پر شده. تو چطور میتونی هنوزم از دست مادر من عصبانی باشی؟ اگه لحظه آخر منصرف نمیشدی چی؟ اگه لحظه آخر منصرف نمیشدی چی اصلی؟ اگه مادر من نبود، بدون اینکه بفهمم بچه‌ای دارم به زندگیمون ادامه میدادیم؟ آره؟ الان دارم بدون دادگاه محاکمه میشم. معلومه نه کسی حرفمو گوش میکنه نه میفهمه. من نمیخوام دیگه اینجا بمونم. اصلی این درو باز کن. صبرمو لبریز نکن اصلی، همین الان میری تو اتاقت. مهمت این چه کاریه که میکنی؟ دستتو بکش، این درو باز کن. این در باز نمیشه اصلی. مهمت چی کار میکنی؟ قفل کردن این در دیگه چه کاریه؟ چی کار میکنی؟ من میخوام از اینجا زودتر برم. این درو باز کن، زود باش درو باز کن. با بچه من که تو شکمته هیچ جا نمیتونی بری اصلا. بهت گفتم این درو باز کن. باز نمیکنم. یعنی چی که نمیخوای درو باز کنی؟ تو کی هستی که منو تو این خونه زندونی کنی؟ تو خونه زندونی کردن یعنی چی؟ اصلا منو به هم نریز، اینقدر منو تحت فشار نذار، اشتباه تو. اینطوری میخوای به هم بفهمونی؟ اینطوری میخوای متقاعدم کنی؟ اینجوری میدونی داری چیکار میکنی؟ دارم چیکار میکنم؟ این کاری که میکنی میتونم بگم تازه کمت هم بوده. که اینطور؟ آره. خیلی خوب. باشه، همه جا رو قفل کنین. قفل کنین همه ای درا رو، قفل کنین جلوی پنجره ها رو، میله بزنین. ولی نگاه کن ببین میتونی بیشتر از این منو تو این خونه نگه داری؟ میتونی از در این خونه بری بیرون یا نه اصلی؟ باشه میبینی. اصلی حرفمون هنوز تموم نشده، بیا. پسرم صبر کن، صبر کن، صبر کن، الان نرو. با این عصبانیت چه حرفی میخواین بزنین؟ ولش کن. خیلی خوب، رفتارت عجولانه بود، ولی تو هم کم اذیت نشدی. ببین منو، پشیمون نشی، کوتاه هم نیای. همش به خاطر کوتاه اومدنت به اینجا رسیدیم. کم مونده بود بچه تو از دست بدی. بیا بریم. اگه حرف منو گوش میکردی، بیا تو پذیرایی با هم حرف بزنیم. بیا پسرم. کجا میری؟ پسرم می نشستیم با هم حرف میزدیم، جوابم هم نمیدی؟ مهمت وایسا. مادر مبادا یه وقت اجازه بدی بخواد جایی بره، وقتی آروم شدم برمیارم. پسرم من چجوری جلوشو بگیرم؟ اونم وقتی آروم بشه متوجه مسخره بازیش میشه مادر. مامان چی شده؟ سوال نپرس مینا، تماشا کن و ببین به وقتش حرف بزرگ سر گوش نکنی چه اتفاقی میافته. اون همه گفتم گوش نکردین. بازم گیر داد به من. Mm.
ببینم چی شده. به چی نگاه میکنی؟ مشته رو بدین دیگه. گرچه خبر مثل مشته تو خونه پخش نشد. میگن که آه مظلوم گریبان آدمو میگیره. انگار قیامت شده. عروس خانم حامل است. چی؟ پس این همه هیاهو برای اینه؟ چون در شرف انداختنش بود. در شرف چی بود؟ در شرف انداختن، یعنی کم مونده بود سقطش کنه. چی؟ خیلی خوب دختر، دیگه بسه. مینا در این مورد با مادر تینا حرف بزنی بهتره. اوضاع به اندازه کافی به هم ریخته است. از ما نشنوی بهتره. باشه عزیزم، برو دیگه. داری چی کار میکنی آسلی؟ مگه بچه بازیه؟ خراب کردن پولا انقدر راحته؟ خود شماها دارین چی کار میکنین؟ مگه شماها همینو نمیخواستین؟ من باورتون کردم، اعتماد کردم. منم به تو اعتماد کردم. برای همین گفتین تعقیبم کنن؟ برای همین قبل از حرف زدن با من به پسرتون خبر دادین؟ در قفل کردن بروم یعنی چی؟ قفل کردن در یعنی چی؟ ما به خاطر شما الان به این وضعیت افتادیم. پس دیگه نقش آدم ناراحتو بازی نکنین. پسره مثل فرشتم و دیوونه کردین. حالا از حسن نیتم سوء استفاده میکنی و منو مقصر میدونی؟ آره؟ اوایل همه رفتاراتو گذاشتم پای سادگی و بچگی، ولی آخرین کارت بدون اینکه به پدر بچه بگی به فکر سخت کردنش باشی. مگه من غیر از این باهاتون چی کار کردم؟ مگه من غیر از این که دختر مادرم هم چه بدی در حقتون کردم؟ شما جلوی محمد منو علنا تهدید کردین. واقعا باورم نمیشه این اتفاقا برام افتاده. هیچ وقت فکر نمی کردم به مامانم در مورد نظری که نسبت به شما داشته حق بدم. سهر خانم،